دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست ارجمند آقای سعید بهبهانی. یه ایمیلی از یک دوست آشنای ناشناس داشتم که نوشته بود، سوالی هم مطرح کرده بود: جناب استاد صدرالاشرافی، با عرض ادب میخواستم از جنابعالی تقاضا کنم در صورت امکان متون سخنرانی های اخیر را معرفی بفرمایید تا بتوانم برای مطالعه بیشتر تهیه نمایم. فارسی یا انگلیسی هر دو در مورد استفاده خواهد بود. از محبت و وقت شما عزیز قبلا قدردانی می کنم. ضمناً معروض می نمایم که از تعقیب برنامه ها برای محتوا و پرمحتوا و جامع شما در این سالیان اخیر بسیار آموخته و مستفید شدم و امیدوارم که دیگران هم در این زمینه ترغیب شوند. درود بر شما که وقت گرانبهای خود را برای بالا بردن سطح اطلاعات عمومی به رایگان و بی‌دریغ ایثار می نمایید. منم نوشتم: دوست بسیار ارجمند جناب آقای، با سلام و آرزوی سلامتیتون. در زیر لینک مربوط به مجموع سخنرانی ها در میهن تیوی را به خدمتتون میفرستم. از اینکه برنامه ها مورد توجه دوست اندیشمند و نقطه سنجی چون شما قرار گرفته بسیار شادمانه. سعی من بر این بوده، این بهترین تعریف از فلسفه است که تا به امروز من دیدم. سعی من بر این بوده که به قول ایمانوئل کانت، به جای یاد دادن اندیشه ها روش اندیشیدن را بیان کنم. کانت میگه فلسفه یاد دادن اندیشیدن به انسان است، نه یاد دادن اندیشه ها. یاد دادن اندیشه ها تاریخ فلسفه یا تاریخ تفکر یا تاریخ ادیان میشه، نه اندیشیدن درباره آن و نقد آن. به قول شاعر، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. به هر حال این، بعد از این نقطه کوتاه برگردم به حدود قدیم علم، یعنی فصل ما قبل آخر این کتاب که در واقع بخش سوم حدود قدیم علم که قسمت ششمشه و من رسیدم به آخرین قسمت اون، یعنی اندیشه آدمی تنها به واقعیت محسوس قابل حس و علمی مشغول نیست. گاهی هوش را به قدرت انتزاع یا تجرید، یعنی استخراج مفاهیم از واقعیت تعریف کرده و روی هم رفته آن را قدرتی دانستند که احساس را به تصور یا معنا تبدیل می کند. یکی از تعریف های نسبتاً خوبه. اما وقتی تصورها بدین نحو در مغز جای گرفتند، در آنجا زندگی می کنند، بیرون نمی رند و رشد می یابند و با یکدیگر ترکیب می شوند. این تصورها چنان که پیر اوژه گفته است، جمعیت‌هایی است، فروید هم اشاره داره دیگه، که به اغلب احتمال مگر آن ذرات عالی پیچیده‌ای در مغز است که در خود زندگی، که خود زنده اند و ممکن است تکثیر شوند و با هم بجنگند و بمیرند یا باقی مانده و تحول یابند. فرویدم به عنوان ناخودآگاه مطرح کرد.
ایشون به صورت سلولی بررسی کرد. آثار ادبی و فلسفی که ما در نخستین بخش این کتاب به آن اشاره کردیم و نیز نبود امکان آزمایشی، هم نوشته درست نیست، امکان آزمایشی معید، یعنی بله نبودن امکان تجربی و آزمایشی، درستتر اینجوریه، نبودن امکان تجربی و آزمایشی معید قدرت این گونه فعالیت های ذهنی و استدلال آنها نسبت به واقعیت خارجی جهان محسوس است. هدف بسیاری از این فعالیت ها عالمان و علنا ارضای احتیاجات خاص مغز است یا غرایز انسان، خوردن و خوابیدن و رابطه جنسی و خشم و عرض خدمتتون طمع و خودخواهی و غیره. هدف بسیاری از این فعالیت ها عالمان و علنان ارضای احتیاجات خاص مغز است یا احتیاجات انسان است و کسانی که به این فعالیت ها می پردازند صریحاً و عمدن مایلند با واقعیت، یعنی واقعیت های دنیای حسی و تجربی و علمی، بله صریحاً و عمدن مایلند با واقعیت قطع رابطه کنند. اون ادیبانی که از علم بریدن، چند نشر ورژن هم علم اسم بود، بله. متعلق این فعالیت ها خیال بافی و قصه پردازی و رویا و توهمات و خیالات است. خیال بافی رو گفت، توهمات است. خود نیز ساخته و پرداخته تخیلند و ضامن آنها. ارضای نیازمندی های مغز است و خود این ارضا را باعث می شود. داستان اینه. یه توضیح کوتاهی راجع به وهم و خیال بگم. این لغات در زبان عربی که یک زبان فلسفی در شرق نظیر هندی و چینی و آلمانی در اروپا، لاتین، یونانی، همه زبانها قابلیت فلسفی شدن نداشتن و ندارن و میتونن داشته باشن البته. اون دقت لغاته. وهم اون خیال پردازی هاییست که واقعیت خارجی نمیتونه داشته باشه، در حالی که تخیلات علمی میتونن به واقعیت تبدیل بشن. فرق بین خیال و وهم، اوهام با خیالات فرق دارن از این نظر. این بخش رو دوباره میخونم چون یه ذره گنگ ترجمه هم شده. بله، کسانی که به این فعالیت ها میپردازن صریحا و عمدن مایلن با واقعیت قطع رابطه کنن. منظور واقعیت های حسیه که به تجربه و علم میرسه. دو نقطه، متعلق این فعالیت ها خیال بافی و قصه پردازی و رویاست. خود نیز ساخته و پرداخته تخیلند، یعنی این خیال بافی ها و قصه پردازی ها و رویا، و ضامن آنها هستند. ارضای نیازمندی های مغز است این قصه پردازی ها و خیال پردازی های رویا که خود این ارضا را باعث می شود، یعنی ضمن این که انسان نیاز داره اونو تولید میکنه، اون خودش هم ارضا میکنه. عمل متقابلش رو میخواد اشاره کنه. ادعای این که فکر آدمی باید به استدلال آزمایشی محدود باشد، یعنی علمی، نه تنها با روش آزمایشی تطبیق نمی کند، علم نیز معترف است به این که مفاهیم و مطالبی وجود دارد که نمی توان در باره آنها آزمایش کرد یا دوباره آزمایش کرد، تجربه کرد اونو.
ولی ممکن است این مطالب هم فکر را احاطه کند و هم آن را برانگیزد و سخت به خود مشغول دارد. یعنی مثل گله تلقین کنیم، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه. نه یزدانی وجود داره نه اطاعت امر یه نفر یا ولی فقیه به عنوان مقلد معنی داره اصلا. یعنی همون که گفتم یاد دادن اندیشیدن به انسان است، انسانی که بتونه به انسان تبدیل بشه یعنی به اندیشیدن برسه، دیگه مقلد نه شاه میشه نه شیخ میشه نه و نه هیچ کس، هیچ رهبر سیاسی تبدیل به گله نمیشه، تبدیل به توده هم نمیشه. فرد انسان میاندیشه، پس هستم وگرنه نیستم. توضیح این قسمت چند بخش وجود داره. اندیشه آدمی تنها به واقعیت محسوس مشغول نیست. خواهد توضیح بده که اندیشه به جهات خیلی زیادی مشغوله. متاسفانه اون که فراموش میشه و پایه باید قرار بگیره اندیشیدن علمیه. مفاهیم دکارت که آغاز تقریبا رنسانس فلسفی از دکارت و علمی شروع میشه، منحنی مختصات را هم دکارت رسم کرده. گفتار اندر روش به کار بردن عقل که میگه در همه چی شک میکنم، در شک کردن نمیتونم شک کنم. اون چی که حواس من به من میده و اوناش قابل شک کرد. چشمم سراب را آب، گوشم انعکاس صوت را صوت تشخیص میده و یه دستم رو به آب گرم، یکی رو به آب سرد، به آب ولرم که فرو میکنم، این یکی سرما و یکی گرما تشخیص میده. بس حواس من هرچی به من دادن شک میکنم، اما نمیتونم در شک کردن شک کنم. شک میکنم پس هستم، و شک کردن نوعی فکر کردنه. فکر میکنم پس هستم. دکارت در آغاز سومین تفکر خود واقعیتی را آشکار ساخته است که تا کنون کسی آن را انکار نکرده است. به عقیده وی همین که مغز ما صورتهای ذهنی یا تصوراتی ولو اینکه صرفا خیالی باشند تولید کرد، این تصورات جامعه واقعیت به خود میپوشند و ما آنها را موجود میپنداریم. و اگر این تصورات نبود، جهان مخصوص ما و هم یعنی هم جهان مخصوص ما و هم جهان فکری مخصوص به خود ما به صورت دیگری در می آمد. زیرا ما می توانیم به وسیله نقش و صوت، یعنی تصویرها، نقش منظور، و سخن و خط در ماده و در مغز دیگران این تصورات را هستی ببخشیم. مثلا واضح است که ورتر از آدمیان واقعی افراد بل واضح است که ورتر از میان آدمیان واقعی افراد بیشتری را تحت تأثیر خود قرار داده است. باری اگر انسان نباشد، اینجا در کتاب همه جا حقیقت رو با واقعیت عوضی ترجمه کرد. واقعیت اون چیزی که هست، حقیقت اون چیزیست که من از اون برداشت با حواسم. واقعیت طلا یه چیزه، تصویری که از طلا در ذهن من وجود داره حقیقت طلاست، نه واقعیت طلا. واقعیت طلا میرسه به تجزیه اتمیش و فرقش با
فلزات دیگر. اگر انسان نباشد حقایق فکری وجود نخواهند داشت. ایشون نوشته واقعیت های فکری. نادرست نیست با پسوند فکر، بهتر حقایق بگیم، چون حقایق فکری هن، واقعیت ها عینی هن و خارج از ذهن هن. بعد اگر انسان نباشد حقایق فکری وجود نخواهند داشت و به همین دلیل هم این حقایق با انسان وجود دارد، در حالی که واقعیت ها خارج از من وجود دارند. مغز حقیقت ها یا حقایق مخصوص به خود که از واقعیت های دیگر استشعاری است، از حقایق دیگر اونایی که در ذهن هستند استشعاری تر است، یعنی به شعور نزدیک است، به تجربه نزدیک است. مغز حقایق مخصوص به خود که از حقیقت‌های دیگر استشعاری تر است، یا چنان که مارسل پروست میگوید، از مخالفین علم و استادان بزرگ ادب فرانسه است، واقعیتی واقعی تر از هر واقعیت دیگر ایجاد میکند، یا حقیقتی حقیقی تر از هر حقیقت دیگر در ذهن ایجاد میکند. و ما حتما میتوانیم بگوییم که این حقایق قادر نیستند ما را از واقعیت جهان خارج مطلع سازند. اینجا واقعیت سر جاش نشست. لکن اگر بخواهیم به این دلیل آنها را نفی کنیم، حقایقی که تصور میکنیم حقیقت در ذهن ما وجود دارند. مثلا وقتی نون رو میخوام ببرم میگه ای وای نون رو نباید برید. مثلا لکن اگر بخواهیم به این دلیل آنها را نفی کنیم، زیاده روی کرده ایم، زیرا علم تجربی هم وجود این فعالیت های دماغی را مغزی را تصدیق می کند و هم آن را فعالیت خود به خودی و طبیعی مغز می شمارد. همانطور که درخت شاخ و برگ به بیرون می دهد، مغز هم تصوراتی را می سازد و می بافد. در دوران کودکی گاهن کودک بین تخیلاتش و واقعیت اصلا فرقی قائل نیست، با عروسکش حرف میزنه، فکر میکنه میشنوه الی آخر، زیرا فکر مانند فعالیت بدنی و انفعالی یکی از خواص حیات است. انسان خیلی خیلی بد به تفکر علمی رسیده، حد اکثرش از شهرنشینی. 6 میلیون سال به وجود اومده، 6000 سال پیش به تفکر، بخشی از تفکر علمی رسیده که از قرن 16 به بعد، از نیوتن و لایبنیتس به بعد عصر علم آغاز و از قرن 20 حاکم شده، یعنی یه قرن. بعضی از محصولات دماغ آدمی، مغز آدمی، با شیوه علمی کاملا متفاوت و حتی متباین و متضاد است. شاعر هرچی میاد میتونه بگه، اما در عوض احتیاجاتی را ارضا میکنه. بعضی از محصولات دماغ آدمی با شیوه علمی کاملا متفاوت و حتی متباین و متضاد است، اما در عوض احتیاجاتی را ارضا می کند که بعضی از افراد در مغز خود احساس می کند و به همان شدت که بعضی دیگر خود را به قهوه یا قند محتاج می بینند.
اونها هم اون تخیلات شاعرانه یا رمان نویسی و غیره و غیره را احساس میکنه، عین کسی که به چای و قند و نمیدونم قهوه معتاده. از آن جمله از فعالیت هایی که لوسین لوی برویل آنها را تحت عنوان فعالیت های ضد عقلی وصف کرده است. این فعالیت ها در جستجوی چیز، نقل قول از اونه، چیزی است که نه علم تحصیلی از یافتن آن احساس غرور می کند و نه نهله فلسفی سعی می کند از راه کشف و شهود و نفوذ متقابل و اتحاد معنوی دو جانبه مدرک و مدرک و احساس اشتراک کامل که فلوتین آن را خلسه میخواند با وجود تماس نزدیک و مستقیم برقرار کند. فلوتین بنیانگذار نوافلاطونیانه، مکتب نوافلاطونیان در اسکندریه. درست است که بعضی از ما یه مکتب خیلی مهمیه، احتمالاً موجش غیر مستقیم به سهروردی مقتولم رسیده. در واقع مبارزه با استدلال ارسطویی به مکتب اشراقی افلاطون گرویدن. درست است که بعضی از دیگه بیش از این توضیح عزیزان نگاه بکنند در فلوتین یا فلوتن در ویکیپدیا پیدا میکنند. در کتاب های فلسفه هم همه جا هست، از جمله تاریخ فلسفه غرب برتران راسل مفصل هم نوشته. درست است که بعضی از ما از این غذای روحی مانند الکل و دخانیات احتراز میکنیم، یعنی از این کشف و شهود و اشراق و گریختن از استدلال، اما خطرناک است که آن را به عنوان اینکه زیان بخش است ممنوع قلمداد کنیم. خیلی قشنگ نوشته، زیرا چنان که لوی بروهل میگوید نیاز به این غذا ضروری و فوری و شدید است، عین اعتیاد، و با اصل و ریشه وجود بشر که بخش مهمش تخیله پیوند داره. بخش مهمش تخیله رو من اضافه کردم. این احتیاجات نیازمندی های درونی بخشی از انسان هاست، نه همه. این احتیاج ولی خطرناکن، همون جور که گفت. اگر جامعه ای بخش استدلالیش ضعیف بشه و بخش اشراقی و تقلیدش قوی بشه، اون جامعه روی سعادت رو نخواهد دید، دیکتاتور رو ناجی تلقی خواهد کرد. جمله ای رو ابوالقاسم فراهانی در وصف بعضی از شاهان کشور از جمله و حاکمان کشور ایران گفته که تا از این نجات پیدا نکنیم روی سعادت نمی بینیم. ظالم و بدخواه هرچه عاجز و مظلوم، هر جا عاجز و مظلوم پیدا کنه ملت ایران ظالم و بدخواهش میشه. خمینی، خامنه‌ای، رضا شاه، محمد رضا شاه، عاجز و مظلومه هرچه ظالم و بدخواه. در مقابل انگلیس و روسیه، در مقابل هایزر تبدیل به عاجز و مظلوم میشه. در حاشیه‌ای بود گذشت.
این احتیاجات مانند احتیاج به شنیدن آثار مزار، اون موسیقی به اصطلاح آهنگساز در واقع، و خواندن اشعار الوار یا مطالعه نوشته های موریس پاسترناک یا علاقه هایدگر، اون فیلسوف اگزیستانسیالیست آلمانی، برای مسائلی که در آن پرستش کننده خود گرفتار پرستش است، انسان خدا خودشو پرستش میکنه، در واقع خدای تصوری خودشو. یا علاقه برکسون به دنیای زنده، دهر حیوی، یا علاقه ژانوال به افقهایی که شامل خود تماشاگر است و عالم ماورای تجربه و احساس را به هم پیوند می دهد، در تکامل یافته ترین معاصران ما صورتهای مختلفی به خود گرفته. از این نویسندگان، ادبا، موسیقیدانان مثال ها آورد که چگونه همه اینها تحت تأثیر احساسات خودشون، بدون اینکه عقلانیت در اون دخالتی داشته باشه، به خلق آثار بزرگ پرداخت. لکن علم تجربی برخی از موضوعات معرفت یا لااقل موضوعات تأمل عقلی را که از مراجع محسوس آریست و گابریل مارسل برخی از آنها را اسرار می‌خواند تا در مقابل موضوعات واقعیت قابل مشاهده قرار گیرد، تصدیق می‌کند. پس لکن علم تجربی برخی از موضوعات معرفت یا لااقل موضوعات تأمل عقلی را که از مراجع محسوس آریست، تصدیق می‌کند و گابریل مارسل آنها را اسرار نامید و آنها را به کار می‌برد و فراهم می‌کند و می‌سازد. بر اثر مشاهده وجود و اهمیت ارزش‌های اخلاقی و سیاسی که تجربی نیستن، یه بار تجربه میشن دوباره تجربه شدن نداره، و به قول مارکس اول به صورت کمدی در بیاد، بار دوم تراژدی میشه، مثل مال اسلام خمینی در خلاف اسلام محمد. بر اثر مشاهده وجود و اهمیت ارزش‌های اخلاقی و سیاسی و اثر مهم آنها در رفتار بشر معلوم شده است. ادوارد لوروا در سال بله ادوارد لوروا یعنی شاه، از شاه مونده، در سال اسمش ادوارد لوروا در سال 1930 چنین نوشت: بدون شک هیچ کس نیست که مطلقاً به آنچه دارد و آنچه هست قانع شود و در همین حد توقف کند و خود را محصور سازد، و هیچ کس نیست که لااقل عملاً به کمال مطلوبی به عنوان اصل محرک و به عالمی ماورا عالم روحی معتقد نباشد و جاذبه این کمال مطلوب و عالم مخصوص فکر او و عالم مخصوص فکر او را عالم مخصوص فکر او را به خود مشغول ندارد. این البته عده‌ای هستند که به ماورای طبیعت معتقد نیستند،
این جمله هم یا الهام یا موازی جمله بهتر نیچه است که میگه انسان تنها موجودی است که میتواند از خود تجاوز کند. یعنی اون کادری که جامعه، سنت، پدر و مادر، خانواده، شهر براش تراشیده، از اون بیرون بزنه. انسان تنها موجودی است، اون انسانهایی که بتونن این کارو بکنن، که میتواند، همه نمیتونن، از خود تجاوز کن. فرزند خصال خیشتن باش، خودشو دوباره بسازه، در خود بمیره و زنده بشه. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. مولاناست. مردم از حیوانی و آدم شدم. این تکامل رو از هند گرفته، از بلخ. مردم از در دنیای اسلام وجود نداره. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. زینیزم فلسفه مهاویرا. مردم از حیوانی و آدم شدم، بار دیگر از بر جمله دیگر بمیرم از بشر. اینجا وارد تخیلات اسلام میشه. تا برآرم از ملائک، درآرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، یعنی خدا میشم. آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس چه ترسم مرگ من در زندگی است، یعنی موندن در یک مرحله، چون رحم زین زندگی پایندگی. پایندگی هم وجود نداره برای تمام موجودات جز برای عالم. این ارزش ها مانند، یعنی ارزش هایی که عقلانی نیستن، از عالم حس در نیومدن، به اون تکیه ندارن. این ارزش ها مانند که ارزش های اخلاقی و سیاسی هم جز به اوناست، مانند فضیلت و وظیفه و آزادی و حق و زیبایی و غیره، بدون شک ما به الازاهای عینی و قابل مشاهده ای دارد که بر اساس آن باید بتوان در مورد آنها از روی افعال کسانی که آنها را پذیرفتند حکم کرد. لکن این ما به الازاهای عینی عموما به قدری دیر پدید می آیند، خیلی نادرن، خیلی کم میاد، و پراکنده و مبهمند که هیچ کس نمیتواند ثابت کند که برای ایجاد اخلاق تجربی کافی است یا کافی هستند، یا به نحو عامتر میتوان از روی آنها با تمام ارزش ها مانند واقعیات طبیعی قابل مشاهده رفتار کرد. ارزش های هیچ ملتی با ارزش های ملت های دیگه همسان نیست. در داخل یک ملت هم طبقات مختلف ارزش های مختلف دارند. مردمان مختلف با فرهنگ های مختلف ارزش های مختلف دارند. اینکه یک مغز منجمدی در بیاد بگه که همه باید مقلد من باشن، به درد دارالمجانی میخوره. فقط در یه جامعه عقلی و پیشرفت. متاسفانه اکثریت در جامعه ها، حتی در جوامع صنعتی پیشرفته، به صورت گله میتونن در بیان، بعد بیدار بشن یا نشن اونم مسئله است. درست است که علم به نحوی که گفته شد وجود و ضرورت مطالعه و تأمل درست است که علم به نحوی که گفته شد وجود و ضرورت مطالعه و تأمل
درباره ارزش ها را تصدیق می کند، اما به تصدیق عینی مفاهیم عقلی اکتفا نکرده. فیلمثل خود با موفقیت مفاهیم و علائم ریاضی و منطقی را هم به کار می برد. سعی می کند اونا را به صورت فرمولای ریاضی در بیاره، فرمولای منطقی در بیاره در فلسفه، یا ریاضی و منطقی رو به هم تبدیل کنه اونجوری که راسل نشون داد. هر معادله معنادار قابل تحویل به یک استدلال منطقی است و هر استدلال منطقی معنادار و درست قابل تبدیل به یک معادله ریاضی است. یعنی به زبان ریاضی هم میتونه بیان بشه. مفاهیم استعمال مفاهیم و علائم مذکور برای علم به حدی اساسی است که سالیان دراز استدلال تجربی و استدلال عقلی با هم اشتباه می شدند. فکر می کردن هرچه استدلال عقلیه منطقی ارسطویه همون تجربیه و علمیه و برعکس. راسل نشون داد که نه، اونا که معنی دارن قابل تحویلن، نه بقیه. من وقتی میگم انسان میمیرد، ضیاء انسان است، ضیاء میمیرد، یه قیاس درست انجام دادم. وقتی بگم ایرانی ها میمیرند، ضیاء ایرانی است، ضیاء میمیرد، درست نیست. راسل نشون داد زیرا ایرانی ها نمردند. فرق داره با اون. ارسطو در منطق ارسطو این دوتا رو فرقشون رو تشخیص نمیدن. موش گوش دارد، دیوار موش دارد، پس دیوار گوش دارد. این وقتی در عربی بیان بشه به صورت استدلال در نمیاد، در فارسی و ترکی در میاد. چرا؟ دوتا دارد با هم فرق داره در عربی. اونجا لهو اوزونان میاد، گوش وابسته به موشه، وقتی موش بره گوشم رفته، در حال که دارد، دارد موش با دارد دیوار فرق داره. دارد دیوار میتونه موش از دیوار بره. اینم از راست چیز بسته استدلالیست که ایراد منطقه ارسطوییه. استعمال مفاهیم و علائم مذکور برای علم به حدی است که اساسی است که در سالیان دراز استدلال تجربی و علمی، من اضافه میکنم، و استدلال عقلی و منطقی با هم اشتباه میشد و هنوز هم بعضی این دو را با هم میآمیزند، یا لااقل تصور میکنند استدلال به ضروره باید عقلی باشد و در واقع استدلال تجربی یا علمی برای آنکه تعیین شود و مفهوم و منتقل گردد باید به صورت عقلی درآید. ولکن به عکس، چنان که گفتیم، امور عقلی و ریاضیات هم باید به اقتضای امر تجربی و زمانی که شیوه قدیم که شیوه های قدیم ناکافی است، طرق جدید استنتاج و محاسبه را باز کنند. و به همین ترتیب هم بود که حساب احتمالات و حساب بازی های استراتژیک و حساب ماتریسی و غیره به وجود آمد. یه بار دیگه میخونم. و در واقع استدلال تجربی یا علمی برای آن که تعیین شود و مفهوم و منتقل گردد باید به صورت استدلال عقلی در آید. پرانتز باز کرده. لکن به عکس، چنان که گفتیم، امور عقلی و ریاضیات هم باید به اقتضای امر تجربی
و زمانی که شیوه های قدیم ناکافی است و زمانی که شیوه های قدیم ناکافی است، جمله مبهمه. طرق جدید استنتاج و محاسبه را باز کند، یعنی امور عقلی ریاضیات بایستی طرق محاسبه را باز کنند، و به همین ترتیب بود که حساب احتمالات، حساب بازی های استراتژیک و حساب ماتریسی و غیره به وجود آمدند. یه نقطه را اضافه میکنیم، اعداد به وجود اومد، طبقه بندی اعداد به وجود اومد. منهای رادیکال یک به وجود اومد که در مهندسی و الکتریسیته به کار میره. اون کدوم عدده که اگه در خودش ضرب بشه میشه منهای یک؟ هیچ عدد طبیعی چنین چیزی نیست. پس اعداد رو به دو قسمت تقسیم کردن و این عدد رادیکال منهای یک که رادیکال دو سه، اون اعداد اضافی اصلش رادیکال منهای، در واقع عدد دو بعدیه، یه بعدش حقیقی، یه بعدش به اصطلاح موهومی، اصطلاحا هم عدد موهومی میگن. و دیگه میگذرم و عزیزان در ویکیپدیا به خصوص انگلیسی به عدد موهومی نگاه کنن، این جدولش رو نگاه کنن، فارسیش هم هست، درست از روی انگلیسی ترجمه شده. بله، در واقع استدلال تجربی برای آنکه تعیین شود و مفهوم و منتقل گردد باید به صورت عقلی درآید، لکن به عکس چنان که گفتیم امور عقلی و ریاضیات هم باید به اقتضای امر تجربی طرق جدید استنتاج و محاسبه را باز کنند، و به همین ترتیب هم بود که حساب احتمالات و حساب بازی های استراتژیک و حساب ماتریسی و غیره به وجود آمد. من شیوه های قدیم ناکافی رو حذف کردم. اما در اینجا حائز اهمیت این است که ریاضیات و منطق بدون مراجعه به تجربه یا با حداقل مراجعه به آن، با مفاهیمی که به وسیله اندیشه تعریف شده است یا موجودات معقول سر و کار دارد. این یا با هست، با موجودات معقول سر و کار دارد، و بدین ترتیب به موسیقی و شعر و حتی خیال پردازی های خواب آور نزدیک می شود، یعنی ریاضیات و منطق. اینجا در واقع رابطه علوم تجریدی رو که ریاضیات و منطقه با علوم تجربی، فیزیک، شیمی، بیولوژی نشون میده. هرچند متعلق منطق و ریاضی با رشته اخیر بسیار متفاوت است، یعنی با شعر و موسیقی و رمان و غیره، اونچه که به اینا تعلق میگیره، زیرا در همه این زمینه ها کار فکر ترکیب عناصر و مفاهیم و قضایا و اصوات و لغات است، و تنها زمانتی که در کار است گسترش فکر و ضبط و ربط خرسندی روح است و بس. در ادبیات، موسیقی و غیره. تاریخ هم رو من اضافه کردم، مانند منطق و ریاضیات موضوع عقلی است که با علم تجربی خاص و مشخصی پیوند نزدیک داره، زیرا تکرار نمیشه. تجربی خاص به این دلیله، یه بار تجربه میشه دیگه تکرار نمیشه.
انقلاب مشروطیت یک بار اتفاق می افتد. کودتای 1299 و 28 مرداد یک بار اتفاق می افتد. انقلاب بهمن یک بار اتفاق می افتد. الاخر تاریخ هم مانند منطق و ریاضیات موضوع عقلی است که با علم تجربی خاص و مشخصی پیوند نزدیک دارد و در هر نوع استدلال تجربی تأثیر اساسی دارد. به این دلیل که هر نوع مشاهده و حتی هر گونه تجربه قبل از هر چیز تاریخ واقعه خاصی است. البته در تجربه می توان این واقعه را به دلخواه دوباره ایجاد کرد در علوم تجربی، اما در همه حال واقعه است که هر بار به دست اشخاص معین در اوضاع و احوال معین تحقق می یابد، اضافه می کنم، و تکرار پذیر نیست. و دیدیم و در فصل آینده نیز خواهیم دید، فصل هفتم آخر کتاب، که غالباً و بالاخص در علوم انسانی برخلاف علوم تجریدی، منطق ریاضیات و تجربی، فیزیک شیمی و بیولوژی، در علوم انسانی مطالعه پدیده‌ها به کشف روابطی که موضوع فرضیه است نمی‌رسد و از نخستین مرحله از مراحل سگانه معمول تجاوز نمی کند، یعنی مشاهده. و بدین ترتیب توصیف و شرح تاریخی که ممکن است خود ذی قیمت و برای ارزش دادن به کار کافی باشد قطع می شود. و بدین ترتیب توصیف و شرح تاریخی که ممکن است خود ذی قیمت و برای ارزش دادن به کار کافی باشد ختم می شود. در اینجا ختم می شود. اما به نحو عمومی تاریخ که شعبه مستقلی از معرفت است، آخرین شاخه علوم انسانی است، یعنی روانشناسی، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و تاریخ. اما به نحو عام تاریخ که شعبه مستقلی از معرفت است، شامل یک مرحله تجربی است که در آن مدارک و اسناد به هر صورت که باشد، یعنی خواه به صورت یک برگ کاغذ یا یک قطع سنگ و یا یک نشانه مثلا کوزه و غیره، در حکم مشاهده است. مشاهده، فرضیه، دوباره تجربه کردن و رسیدن به فرضیه جدید و فرضیه علمی، این رو در تاریخ نمیتونیم، مشاهدهش رو میکنیم و از روی اون یک فرضیه احتمالی تخیلی میسازیم و بخشش واقعی، که اینها به مرحله ای از کشف آتش رسیدن که تونستن کوزه درست کنن، کباب نخوره، در مرحله شکار نیست. ولی این کوزه با اون نحوه زیست چه ارتباط دقیقی داشته، بخشش معلومه، خیلی هاش از بین رفت. این اسناد و مدارک پس از عبور از حوادث تاریخی به دست مورخ میرسه. اما به نحو عام تاریخ که شعبه مستقلی از معرفت است، شامل یک مرحله تجربی است که در آن مدرک و اسناد به هر صورت که باشد، یعنی خواه به صورت یک برگ کاغذ یا یک قطع سنگ یا یک نشانه، در حکم مشاهده است. این اسناد و مدارک پس از عبور از حوادث تاریخ یعنی از بین رفتن ها به دست مورخ میرسد و این حوادث چنان ویران کننده است که میتوان تاریخ را
علم به آثار و بقایا خواند در تاریکی هزارها به قول اسکندری، و بر اساس این علم به آثار که خود مورخ یا همکاران او به وجود آورده اند، وی دور از استدلال تجربی حادثه ای را که میخواهد وصف کند دوباره میسازد، و فرق این دوباره سازی با فرضیه علمی در این است که هدف دوباره ساختن صریحا عبارت است پر کردن خلأ اسناد و مدارک و پیوستن وقایع مشهود به اتفاقات احتمالی که حقیقی جلوه می کند. وارسی این عمل دوباره سازی هم عموما از طریق تجربی میسر نیست. فرق تاریخ با علم و تجربی اینه، به قسمی که ضمن اینکه به مشاهده و واقعیت عینی تکیه میکنه، به قسمی که کار تاریخ روی هم رفته به صورت فعالیت های فکری خاص جلوه میکند که فنون خاصی دارد و مخصوصا انتقاد منطقی یا عقلی و تخیل تمثیلی در آن به وفور به کار می رود، و فقط در مورد آثار پراکنده ای که از واقعیت بر جا مانده و در همین حد محقق تاریخی با واقعیت عینی تماس حاصل می کند. برای اینکه تاریخ را بررسی کنیم بایستی اول سند غیر قابل انکار ازش در دست داشته باشیم، از آدم و نوح و ابراهیم و موسی و زرتشت، همه اسطوره‌ای هستند مثل رستم، هیچ اثر غیر قابل انکار در دست نیست. بازگویی در تورات و انجیل و قرآن هم و از اون سند نمی سازه، تاریخ تألیفشون معلومه، تکرار اسطوره هاست، اسطوره رو به تاریخ تبدیل نمی کنه. سند غیر قابل انکار در دست داشته. یک. دو، در کرونولوژی قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی داریوش می نویسه که من وقتی شاه شدم پدرم در هیرکانه یعنی گرگان شاه بود، تاریخ پدر داریوش رو به عنوان شخصیت تاریخی قبول میکنه. این در کرونولوژی قرار گرفتنه. شجره نامه ای که داریوش برای خودش ذکر میکنه تاریخ تا حدودی با چشم بوشی قبول میکنه. سه، دو تاریخ مختلف درش به هم بخوره، تنها یه تاریخ نگه، شاهنامه نگه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی از ایلدرم بایزید و تیمور صحبت میکنم دو تاریخ به هم میخوره. در جنگ چالدران ایران و عثمانی به هم خوردن، دو تاریخ مختلف به هم خوردن. در داریوش برای خفه کردن دموکراسی که داشت به مستعمرات یونانیش نفوذ میکرد، جنگ ماراتون در 42 کیلومتری آتن شکست خورد. به انتقام اون یونان و ایران به هم خوردن. خشایارشاه 8 سال قشون جمع کرد با یه دریا سالاری که یک خانم تصادفاً دو روز قبل میگفت، گفتم خانم رفت شکست خورد، کشتی های کرانه مدیترانه رو به خصوص فینقیه و غیره
را افتادن رفتن. اونا ما رو مطالعه کرده بودن تموکلیتوس، ما اونا رو مطالعه نکرده بودیم. با کشتی های بزرگ وارد اون تنگه کوتاه ترموپول شدیم، سلامین شدیم ببخشید، که از آتن دیده میشه. با کشتی های کوچک، با چوب های تیزی که درست کرده بودن آوردن زدن، تمام این کشتی ها رفت زیرا، کشارش عقب نشینی کرد، شکست خورد. یعنی به صورت عقب نشینی جلوه کرد ولی شکست فاحش رو. بعدم در پلاته یه شکست دریایی دوم انجام گرفت. بزرگترین شاه هخامنشی به نظر من از نظر اخلاق و روش اردشیر اول یا اردشیر درازدست پسر خشایارشاه شاه است. غیر نداره. ترکی مثلی هست میگه از آتش آب میترابه، از آب آتش. از داریوش خشایارشاه که دریا را شلاق میزد، از خشایارشاه هم عاقل ترین و قابل افتخار ترین پادشاه هخامنشی. همون تموکلیتوس که 60,000 تالان طلا برای سرش خشایارشاه جایزه تعیین کرده بود در رقابت یونان، نامه نوشت به اردشیر، پناهنده شد، مثل یک شاه ازش پذیرایی کرد. این چنان تأثیر روحی عظیم در یونان گذاشت که وقتی آتن و اسپارت میخواستن صلح کنن گفتن اردشیر ضامن ماست، اون هرچی بگه هر دو اگه اختلاف پیدا شد اطاعت میکنه. اینو نه داریوش میتونست این اهمیت رو به دست بیاره، نه پسر جاهلش خشایارشاه. همه چی با عقل پیش بریم. بله، خیلی بزرگتر از کوروش و همه شونه. بیش از همه هم سلطنت کرد. چهارم جغرافیاش. من وقتی میگم چالدران باید محل ماراتون محل جنگ رو نشون بده، سلامین محل جنگ رو، پلاته و غیلاخ. جنگ آنکارا الدرون بایزید با تیمور نشون بدم و غیر، قادسیه و نمیدونم نهاوند و غیر. و آخرینش اونقدر نزدیک باشه که بشه شهادت دنباله مطلب. بله، وضع فکری در جغرافیا نیز غالبا نزدیک به وضع تاریخ است. حتی دیرین شناسی و زمین شناسی هم که معمولا جزء علوم طبیعی قلمداد می شود که هست، به همین وضع دچار هستند. تاریخ و جغرافیا با هم، وقتی جغرافیای زمین رو لایه هاش رو بررسی میکنیم، تاریخ اونها رو تعیین میکنیم و پیدا میکنیم که حیات در چه لایه ای پیدا شده. میکروب 3,700,000,000 سال پیش، و یا میبینیم 60,000 سال پیش یه سنگ بزرگ اومده خورده به زمین در اقیانوس کبیر، ابر عظیمی تمام زمین رو فرا گرفته تا آیسلند، تمام برگ درختان ریخته، دایناسورها مردن، میدان برای پستانداران باز شد و ما به وجود اومدیم. پیش میبینیم 60,000,000 سال پیش اتفاق افتاد. تصادف. بنابراین جغرافی با تاریخ اینجوری به هم میخوره. حتی دیرین شناسی و زمین شناسی هم که معمولا جزو علوم طبیعی قلم داد میشوند، به همین وضع دچار هستند. بنابراین علم تجربی
از فعالیت های فکری غیر تجربی استفاده می کند و به آسانی با معارف دیگر مشترکاً به حیات خود ادامه می دهد. این واقعیات نشان می دهد که از طرفی علم ادعای در دست داشتن انحصاری فکر را ندارد. ما افکار دیگه هم داریم و من اضافه می کنم انحصاری حقیقت را هم نداره، ولی حقایق به علم مرجوع باید باشه، ولی ادعای انحصاریشو نداره که همه رو پیدا کردن. این است و جز این نیست، چیز دیگه ای نخواهد، چنین چیزی در علم مطرح نمیشه. این واقعیت نشان میدهد که از طرفی علم ادعای در دست داشتن انحصاری فکر را ندارد و از طرف دیگر معرفت تجربی و علمی و معرفت غیر تجربی آنچنان که از تعریف آنها برمی آید و می توان معتقد شد به روشنی از هم تفکیک نشده است. ضمن اینکه علوم تجربی و علوم ریاضی شده قطعی ترینشونه، ترین داره، نسبیه. در بعضی زمینه های وسیع فکر ما چون نمیتواند به یقین تجربی و اضافه میکنم علمی برسد، به امور احتمالی که کم و بیش به وسیله مشاهده تضمین شده است اکتفا میکند و باید اکتفا کنه، یا باید اکتفا کنه. آمارشناسی این که کلا مرض واکسیناسیون چقدر موثر شد، در حالی که مشاهده خود میان محکم کاری های تجربی در جدی ترین آزمایشگاه ها و سستی مدارک و اسناد ناقص و حتی تحمیلی نوسان دارد. پس مشاهده در علوم تجربی در آزمایشگاه ها با محکمترین روش های تجربی پیگیری میشه در تاریخ، جدا نکرده ولی داره اونو میگه، با مدارک ناقص، اسناد ناقص و گاهن تحمیلی از طرف دولت ها و دین نوسان داره میکنه. تحمیلی رو توضیح نداده. کوروش آسوده بکنم 2560 سال تاریخ مدون ایران رو از 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد که انقراض ایلام طولانی ترین سلسله تاریخ بشریه حذفش کردیم. چرا؟ برای اینکه ایدئولوژی دو چیز لازم داره، با تاریخ یه رفتار میکنه، اونا که لازم نداره به کلی حذفش میکنه. هیچ ایرانی اسم یک شاه ایلامی، ملکه ایلامی رو نمیدونه، گوتی رو هم نمیدونه، لولوبی رو هم نمیدونه، کاسی رو هم نمیدونه، مانا رو هم نمیدونه. همه اینا از تاریخ، چون التصاقی زبان مثل ترکی بودن، مثل ایلامی بود، ایلامی هم هست، همه حذف شدن. اون بخشش هم که لازمه اونا رو زیر نور افکن قرار میده که بدونیم ماندانا چه کار کرده، کوروش چه کارا انجام داده، جز استوانه ازش چیزی باقی نمونده، اون 45 سطری یه چیزی هم منصوبه، حالا کاری نداره. به هر حال دوم، اون بخش سومیش، اون بخشی که لازم نیست و مزاحمه، در تاریکی قرار میده، یعنی در سایه قرار میده، نمیشه حذفش کرد. سلجوقی رو، بزرگترین امپراتوری تاریخ ایران بعد از اسلامه، از کاشغر چین تا دریای مدیترانه، از مال کوروش بزرگتر، از مال
داریوش کوچکتر. اینا هم هست میشن، یعنی در سایه قرار میگیرن. واقعیات نشان میدهد از طرفی علم ادعای در دست داشتن انحصار فکر را ندارد و از طرف دیگر معرفت تجربی و معرفت غیر تجربی آنچنان که از تعریف آنها برمی آید و می توان معتقد شد به روشنی از هم تفکیک نشده است. اینجا توضیح می ده. در بعضی از زمینه های وسیع فکر ما چون نمی تواند به یقین تجربی برسد، به امور احتمالی که کم و بیش به وسیله مشاهده تضمین شده است اکتفا می کند یا باید اکتفا کند، در حالی که مشاهده علمی خود در میان محکم کاری های تجربی در جدی ترین آزمایشگاه ها ادامه میدم به کار خود میپردازد و مشاهده تاریخی در سستی مدارک و اسناد ناقص و حتی تحمیلی نوسان دارد. چند نقطه بدین ترتیب افراد بشر به علت وضع زندگانی مادی و فکری خود مجبورند مفاهیمی را ترک کرده به مطالبی بپردازند که از طریق تجربی یا اصلا قابل وارسی نیست یا چنان که باید و شاید این قابلیت را ندارد که بشه بررسی کرد، چون حادثه تکرار نمیشه، تاریخ. و چنان که خواهیم دید در عین اینکه علم بسیاری از مسائل خود را مطرح میکنند و لااقل در طرح آن مؤثر است، از حل آن نیز خودداری میکنند. من در اینجا متوقف میکنم، رسیدم به بخش بعدی، این بخش آخر، این بخش ششم که مسائلی که علم مطرح میکنند. اونجا گفتیم که مسائلی که اندیشه آدمی تنها به واقعیت مفاهیم محسوس نمی پردازد که اولش مفاهیم بود و دومش که رسیدم مسائلی که علم مطرح می کنه. البته در مورد عدد موهومی در هفته بعد هم یه توضیحاتی شاید اگه لازم بود عزیزان خواستن میدم، ولی اعداد مختلط به اعداد حقیقی و اعداد موهومی دو بعدی تقسیم میشه. رادیکال منهای یک عدد حقیقی صفر داره که اون دو بعده، اون تا این به اصطلاح چیز دکارتی یه بعدش صفره، بود عدد حقیقیش. بعد از عدد حقیقی قابل دو جور عدد حقیقی داریم، اعداد قابل گویا شدن 2 3 4 5 6، اعداد گنگ که رادیکال 2ه، معلوم نیست چقدر میشه، و اعداد تراساندان. اینا را گیورد به اصطلاح بی نهایت رو که به 3 قسمت تقسیم کرد، عدد را هم 3 قسمت تقسیم کرد، هر کدوم از این اعداد یه بی نهایت دارن، اعداد قابل گویا شدن بی نهایت عددی، اعداد گویا گنگ یعنی اعداد گنگ که اعداد جبری هم خطیه، و اعداد منحنی که بی نهایت منحنی رو داره، و اینا رو از هم کم کنید باز بی نهایت میشه، و
اعداد قابل گویا شدن هم به اعداد صحیح حسابی و مثبت و منفی و اعداد کسری تبدیل میشن. به هر حال اینجوری پیش میره. شب و روز عزیزان به خیر باد.